دوستای خوبم سلام به کلاس درس خوش من. توی جلسه قبل ما با هم دیگه یه مثال حل کردیم یه مثال بانکی توی این جلسه اون مثال یه ذره تغییرش داریم و دوباره میخوایم حلش بکنیم توی این جلسه این بار به جای حساب قرض الحسنه شیمای حساب پسنداز با همون موجودی اولیه 3 میلیون تومن باز کرده و سود بانک هم به با اون گفتم 20 درصده و وزن از وزن خواستم موجودی حساب اون رو در پایان هر سال در چهار سال اول محاسبه کنیم. بچه فرق حساب پسنداز با قرزال حسنه اینه که به حساب پسنداز سود تعلق میگیره. برخلاف حساب قرزال حسنه که به سود تعلق نمیگیره. این دانش منه. بعد وقتی که بخوایم موجودی حساب کنیم از همون روش خودمون استفاده میکنیم که یه جدول میکشیدیم یه جدول میکشیم که ستون سمت چپش رو اسمش رو میذاریم سال ستون سمت راست و موجودی خب تو سال اول موجودی شیما چقدره؟ موجودی شیما همون مبلغی که به صورت اولیه تو بانک گذاشته که سه میلیونه اما تو سال دوم چقدره؟ به ما گفتن که سود بانکی 20 درصده وقتی که میگم 20 درصده یعنی سال دوم بانک نگاه میکنه که ما سال اول موجودیمون چقدر بوده ضرب داره 20 درصدش میکنه به موجودیمون اضافه میکنه پس من میام فرمولش رو اینجا مینویسم اجازه بدید اسم موجودی هم بذارم آ خب میام فرمولش رو اینجا مینویسم میگم موجودی سال دوم برابر با موجودی سال اول به اضافه دو دهم موجودی سال اول که من اگر از هر دو تا آ کا فاکتور بگیرم موجودی سال دوم میشه یک و دو دهم موجودی سال اول یک و دو دهم سه میلیون هم شما میتونید الان خیلی سریع حساب بکنید یا من میام اینجا براتون با ماشین حساب حساب میکنم حالتا توصیه میشه که خودتون حساب بکنید بچه من ماشین حساب استفاده میکنم که شما از شرب محاسبات عددی من راحت باشید یک و دو دهم هم در سه میلیون تومن میشه سه میلیون و شست سن. خب این شد موجودی شیما در پایان سال دوم موجودی شیما سال سوم چقدر بچه سال سوم میگیم دوباره بانک با از همون روش استفاده میکنه میاد نگاه میکنه سال دوم دو موجودی چقدر بوده و اون رو ضبط در دو دهم ده میکنه به میزان موجودی اضافه میکنه در نتیجه موجودی سال سوم میشه موجودی سال دوم دو به اضافه دو دهم ده اون موجودی یعنی موجودی سال دوم دو که باز, باز اگه عمل فاکتورگیر رو انجام بدیم میشه یک و دو دهم موجودی سال دوم موجودی سال سوم همه خب حالا یک و دو ده همه 3 و 600 چقدر میشه بچه ها؟ دوباره من ضرب میکنم میشه 4 میلیون و 320 هزار تومن پس موجودی سال سه م من میشه 4 میلیون و 320 هزار تومن یه صفر کم گذاشته بودم خب موجودی سال چهارم سال آخری که باید محاسبه کنیم دیگه شما روش بانکو رو میدونید حتما الان دارید میگی که موجودی سال چهارم برابر با موجودی سال سوم به اضافه دو دهم ده موجودی سال سوم که در نهایت به صورت کلی موجودی سال چهارم برابر با یک و دو دهم ده موجودی سال سوم که دوباره از ماشین حساب حساب صاف میکن... استفاده میکنی یک و دو, دو دهم چه میلیون و هزار تومن میشه 5 میلیون و 184 هزار تومان 5 ببخشید 5 میلیون و 184 هزار تومان خب این موجودی رو موجودی رو که نوشتیم یه دنباله عددیه اگه بهش نگاه بکنیم موجودی هر سال به موجودی سال ها اگه نگاه کنیم ولی این بار دیگه تصاعد حسابی نیست چرا بچه ها؟ چون گفتیم تو تصاعد حسابی اختلاف جملات متوالی با هم برابر یعنی اختلاف جمله اول و دوم برابر با جمله دوم و سوم که اینجا اینطور، اینطوری نیست بهتون هم نشون میدم اختلاف جمله اول با جمله دوم اینجا سه میلیون من میلیون و منهای سه میلیون که برابر 600 هزار تومنه این در حال یه که اختلاف جمله سوم با جمله دوم اختلاف 4 میلیون و ۳20 هزار تومن با اختلاف 3 میلیون و ۳۶ هزار تومن ببخشید 3 میلیون و 600 هزار تومن که میشه 720 هزار تومن. می که این دوتا با هم برابر نیستند پس این تصاعد یه تساعد حسابی نیست که اختلاف جملات متوالی با هم برابر و برابر قدر نسبتش باشه ولی من اگه موجودی ها رو بنویسم و اگه به موجودی ها دقت بکنم رابطه ای که حساب کردم میبینم یه خاصیت رو دا دیگه داره اون خاصیت چیه بچه ای چند لحظه به این معادلاتی که ما این پایین نوشتیم دقت بکنید درسته هر جمله از این دنباله از ضرب جمله قبل در یک عدد ثابت به وجود اومده یعنی جمله دوم از ضرب جمله اول ضرب در یک و دو دهم ده ایجاد شده و جمله سوم از ضرب جمله دوم ضرب در یک و دهم ده ایجاد شده من به صورت کلی اگه اینجا بنویسم آ یک آدو دو آ سه و آ چهاری که اینجا داریم من خود عددا رو ننوشتم چون نوشتن سفراش خیلی از من وقت میگرفت ببخشید بچه من از دست هم سریع نشده آ دو برابر با یک و دو دهمه ده آ یکه و آسم هم برابر یک و دو دهم آدوه این چیزی که اینجا به دست آوردیم بچه ها تو این فرمول و آ چهار هم یک و دو دهم آسه همینطور که میبینید هر جمله از ضرب جمله قبل در عدد ثابتی به ایجاد شده دنباله اعدادی که این خاصیت رو دارم بهشون میگیم تصاعد هندسی همونطور که اینجا هم نوشتم من. و این بارم اون عدد ثابت که اینجا یک و دو دهمه ده یه اسم گوهرش گذاشتن باز هم اسم قدر نسبت، ولی این بار به جای دی بچه از کیو استفاده شده چون وقتی که میگن قدر نسبت با کیو نشون میدن ما میفهمیم قدر نسبت یه تصاعد هندسی پس اینجا جملات آیک و آچارم که موجودی شیما در حساب پسانداز بود یک تصاعد هندسی رو تشکیل میدن با قدر نسبت یک و دو دم. خب این مثال سراغاز آشنایی ما با تصاعد هندسی بود توی جلسه بعد با تصاعد هندسی بیشتر آشنا میشیم مرسی که تو این جلسه با من بودید فعلا خدافز